صفحه 11 نحوه در دست گرفتن ساز و اجرای تکنوت ها توی این ویدیو میخوایم با نحوه صحیح در دست گرفتن ساز آشنا بشیم خیلی خیلی کار ساده در دست گرفتن هارمونیکا چند تا اصول داره اول از همه اینکه دست چپتون رو به این صورت در واقع قرار میدین بعد ساز رو به صورتی که در واقع کلید اسلاید زیر انگشت سبابه دست راستتون باشه و اعداد کاملا به سمت بالا باشن به این صورت ساز رو در دست راستتون قرار میدین و دست چپتون رو به این فرم در میارین و ساز رو میذارید توی دست چپتون به این صورت و اگر که دست من رو از بالا و پایین نگاه بکنید کاملا مشخصه که من انگشت سبابم رو پشت اعداد قرار دادم یعنی انگشت سبابتون رو به هیچ عنوان روی اعداد نذارید که نتونید اعداد رو بخونید این به چه دلیل هست به این خاطره که در واقع شما اگر انگشتتون رو خیلی عقب بذارید یعنی بذارید روی این اعداد وقتی که دارید نوازندگی میکنید لبتون دائما گیر میکنه به انگشتتون این انگشت باید یه فاصله مطلوب و مناسبی نسبت به لبتون داشته باشه پس به این دلیل ما انگشتمون رو کاملا میذاریم پشت اعداد که کامل همه اعداد مشخص باشه یعنی اعداد یک دو سه چهار پنج 6, هفت رو ما کامل بتونیم بخونیم و هیچ چیزیشون پوشیده نباشه انگشتتون رو خیلی هم جلو نذارید مثلا روی این لبه قسمت جلویی ساز بهتر اینجا دقیقا پشت اعداد هست یه جوری که اعداد کاملا مشخص باشه و به موازات پشت اعداد انگشت شست هم از زیر دقیقا از پایین ساز رو میگیره اون رو هم خیلی عقب نیارید برای که به لبتون گیر نکنه دقیقا در راستای خود انگشت سبابتون اگر باشه کاملا صحیحه این شد از دست چپ دست راست رو تمام این مواردی رو که میگم حتما سعی کنید رعایت بکنید شستتون رو به صورت کاملا عمود اینجوری بذارید روی سراخهای 11 و 12 کامل بپوشونه سراخهای 11 و 12 رو کاملا به صورت عمود اینجوری زاویه هم ندید بهش به این صورت. انگشت سبابتون رو بذارید روی کلید اسلاید ما به این کلید میگیم کلید اسلاید که بعدها با در واقع نحوه کارکردش آشنا میشیم انگشت سباب روی کلید اسلاید به حالت آماده باش انگشت وسط روی قسمت مغزی ساز اینجا و از هر دو تا دست انگشت های چهارم و پنجم یه جورای آزاد هستن خب 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 دوستان قبل از اینکه ادامه ویدیو رو با هم ببینیم خواستم بگم که این ویدیو آموزشی بخشی از یک مجموعه آموزش تصویری سازدهنی است که شما 20 آهنگ معروف موسیقی ایران و جهان رو بدون هیچ پیش زمینه روی سازدهنی فرا میگیرید همین حالا وارد سایت پیام دات کام بشین و روی دوره‌ای که دوست دارید کلیک کنید اینجا با آهنگای دوره آشنا میشید و اون پایین دروس دوره شروع میشن همونجور که میبینید ابتدا درس مقدماتی رو داریم و بعد از اون وارد آهنگ ها و نکاتشون میشیم. بعضی از دروس رو باز گذاشتم تا با روند آموزش بیشتر آشنا بشید. لطفا دانلود کنید تا بتونید بهتر تصمیم بگیرید. به این صورت سعی کنید دست راستتون رو یه مقدار اینجوری مچتون رو بشکنید مثل من اینجوری زیر ساز این باعث میشه که تسلط بهتری در واقع روی گرفتن ساز داشته باشید به این صورت ممکنه اولش یکم سخت باشه ولی بعد کاملا عادت میکنید و این ماهیچه ها و در واقع ازولاتتون خیلی راحت به این قضیه خیلی خوب عادت میکنن به این صورت پس ما ساز رو میگیریم یکم وقتی که من دستم اینجوری مچمو یک کم شستم اینجوری کم زاویه پیدا میکنه یه همچین حالتی میشه یه جورایی دیگه به اون حالت صاف اولیش نیست و به این صورت در واقع من ساز رو میگیرم و ساز رو حتما سعی کنید وقتی که توی دستتون میگیرید کاملا صاف باشه یعنی یه خط افقی در نظر بگیرید سازتون دقیقا در راستای اون خط افقی باید باشه بهش سعی کنید زاویه ندید هرچقدر این زاویه کمتر بشه توی نوازندگی خودتون در واقع راحت تر میتونید نوازندگی بکنید و این نکته خیلی خیلی مهم که وجود داره این هست که ما هنگام نوازندگی هارمونیکا سرمون رو روی ساز به طرفین حرکت نمیدیم یعنی ساز رو ثابت نگه نمیداریم و سرمون رو تکون بدیم سر کاملا ثابت و ساز رو تکون میدیم یعنی من این اشتباس اگه دقت بکنید من فقط دارم ساز رو تکون میدم به طرفین و این هم خیلی خیلی نکته مهمیه میریم سراغ نحوه لبگذاری روی ساز لبگذاری روی ساز یعنی اینکه من فرم لبم رو وقتی که روی ساز قرار میدم و میخوام سراخها رو اجرا بکنم باید به چه فرم و حالتی باشه که فقط بتونم صدای یه سوراخ از هارمونیکا رو در بیارم شاید الان براتون خیلی این سوال پیش اومده باشه که چجوری ممکنه ما لبمون رو یه جوری جمع بکنیم که فقط صدای یه دونه سوراخ از هارمونیکا بیاد و شاید خودتون خیلی اینو امتحان کرده باشید و معمولا دو صدایی و سه صدایی شده باشه یعنی دو سه تا سوراخ همزمان در واقع به صدا در اومده باشه به این در واقع توی بحث هارمونیکا و اجرای هارمونیکا میگیم شیوه های مختلف لبگذاری روی ساز که به دو دسته پاکرینگ و تانگ بلاکینگ تقسیم میشن پاکرینگ یعنی همون روشی که ما در واقع لبمون رو کاملا قنچه میکنیم و لبمون رو یه جوری جمع میکنیم که دقیقا اندازه اجرا کردن یه دونه سوراخ از هارمونیکا باشه و اصول کار به این صورت هست که من وقتی که مثلا میخوام سوراخ شما پنج رو اجرا بکنم اول نگاه میکنم ساز رو این برای در واقع اوایل کار هست شما بعد از اینکه یه مقدار ساز دارید دیگه اصلا احتیاج به نگاه کردنش نیست ولی خب الان توی شروع کار اول خوب به سازتون نگاه کنید میخوایم لبمون رو در واقع بذاریم روی ساز یه جوری جمعش بکنیم و قنچش بکنیم که در واقع قطر این حفره که توی لبمون ایجاد میشه به اندازه قطر حفره شماره پنج باشه و برای این کار بهترین حالت این هست که ما قسمت مرتوب لبمون رو اینجایی که انگشتمو میذارم و کاملا در واقع مرتوب و خیس میشه اینجا رو من تطبیق میدم با قطر حفره که میخوام در واقع توش دمش رو مکش بکنم دمش کردن توی هارمونیکا به معنی فوت کردن هست و مکش کردن به معنی مکش کردن هوا هست یعنی که باید هوا رو از ساز بدیم به سمت سیستم تنفسی خودمون بدیم داخل پس توی شیوه پاکرینگ من میام لبم رو به این فرم قرار میدم و این بخش مرتوب لب رو در واقع تنظیم میکنم با قطر حفره این بخش بیرونی لب هم فقط حکم یه واشری رو داره که میاد دور این دهنی ساز قرار میگیره و نمیذاره هوا نشتی پیدا بکنه از این ور و اون ور یعنی در واقع این لب بیرونی منه که از بیرون کاملا مشخصه و اون چیزی که داخل داره اتفاق میفته و توی ویدیو هم اصلا مشخص نیست اون فضای در واقع یه جورای گوشتی و مرتوب لبمون هست که داره خودش رو تطبیق میده با اون قطر و حفره که میخوایم توش نوازندگی بکنیم سعی میکنیم که صدای سوراخ پنج رو به این شفافی در بیاریم اگر دیدید یه موقع صدا اینجوری شد دو تا دلیل ممکنه داشته باشه یکی اینکه لبتون بیش از اندازه بازه یعنی جای اینکه اندازه یه سوراخ لبتون رو قنچه کرده باشید یکم بازتر باشه و دو سه تا سوراخ رو همزمان دارید در واقع دم شما کش میکنید و مشکل دیگه این هست که شاید جای اینکه دقیقا سوراخ یا قطر حفره در واقع سوراخ شماره پنج رو دمش بکنید یا فوت بکنید دارید مثلا دیواره بین چهار و پنج یا پنج و شیش رو میزنید یعنی لبتون رو جای صحیحی نذاشتید یعنی شاید لبتون در واقع فرم صحیحی داره ولی جای یا مکان در واقع صحیحی لبتون رو قرار ندادید و به همین دلیل صدا داره دو صدایی و سه صدایی میشه اولین کاری که میکنیم اگر که دو صدایی و سه صدایی شد به این صورت اولین کاری که میکنیم این هست که یکم لبمون رو جمعتر میکنیم ببینیم صدا درست میشه الان درست شد اگر که دیدیم درست نشد حتما مکان اشتباهی رو داریم در واقع میزنیم گفتم مثلا بین چهار و پنج یا بین پنج و 6 رو در واقع داریم دمش می‌کنیم. و باید یک کم ساز رو به طرفین این ببرین تا صدا کاملا شفاف بشه من میگم <متصفيق> یه کوچولو من اندازه یک میلیمتر اینور اونوریش که میکنم و لبمو همزمان اینجوری جمع میکنم صدا کاملا تکنوت میشه شاید اولش خیلی خیلی سخت باشه این عمل و بعضی ها واقعا براشون چالشی هست من خیلی از هنر داشتم که خیلی خیلی به چالش های بزرگی خوردن سر این قضیه ولی یه چیزی هست که کاملا حل میشه یعنی شما اگر به این اصولی که گفتم اول بیاین لبتون رو یکم جمع بکنید اگه جواب نداد یکم ساز رو تکون بدید یک میلیمتر و نترسید از اینکه هی صدا دو صدا سه صدا میشه انقدر این کار رو انجام بدید شاید مثلا میتونم بگم ده دقیقه تا نیم ساعت خیلی پیگیرش باشید صد درصد میتونید صدای یه تکنوت رو از سازتون در بیارید